قرعه کشی جام جهانی فوتسال افغانستان با آرژانتین، اوکراین و آنگولا هم گروه شد. مذاکرات آغاز شد. ستاره لیورپول در اکادمی بارسا. تنها مانع اعلام انتقال رسمی امباپه به رئال. سال تقریبا عالی جابی، مربی بعدی رئال مادرید. لحظه که بغض کروس و رئال شکست. سویا 1-2، جاوی با پیروزی خداحافظی کرد. بارسلونا در آخرین حضور جاوی هرناندز بر روی نیمکت با نتیجه 2-1 مقابل سویا به پیروزی رسید. در دیدار تشریفاتی برای هر دو تیم، سویا و بارسلونا در استادیوم رامون سانچز پزخوان به مصافحه همدیگر رفتند و در نهایت در شبی که جاوی برای آخرین بار بر روی نیمکت یابی و ناریها نشست، موفق به کسب پیروزی 2-1 شد. دو بازی تشریفاتی دیگر هم در سری آ ایتالیا برگزار شد. ورونا در خانه اش توانست مقابل اینتر 2-2 مساوی کند و در سوی دیگر روم هم با نتیجه 2-1 به آمپولی باخت. مطبوعات انگلیس: بایر مونیخ قطعا دیوانه شده ای. بایر مونیخ در آستانه نهایی کردن قرارداد با وینسون کمپانی مربی بلژیکی به عنوان سرمربی جدید خود است. این خبر در حال منتشر می شود که کمپانی به تازگی با برونلی به دسته پایین تر سقوط کرده است. انتخاب کمپانی توسط بایر مونیخ با واکنش های متعددی بخصوص در انگلیس روبرو شده است. بسیاری این انتقال را غیر منتظره و عجیب می دانند و از آن به عنوان انتقال شوکه کننده یاد می کنند. با دست رد ژابی آلونسو، یولیان ناگلزمان، رالف رانگنیک و در نهایت توماس توخل، بایر مونیخ وینسون کمپانی را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب خواهد کرد. گفته می شود که نیروی محرک این معامله مدیر ورزشی ماکس ایبریل بود که اعتقاد زیادی به این سرمربی بلژیکی دارد. او با این جمله که نه به من اعتماد کنید، من چیزی در وینسون کمپانی می بینم، توانست اوله وینس را متقاعد کند که به جای هانس فلیک این مربی بلژیکی را به تیم بیاورد. روزنامه های معتبر گاردین و تایمز این انتقال را غافلگیر کننده توصیف کردند، در حالی که دیلی میل آن را حرکتی شوکه کننده و ریسکی دانستند. نشریه اتلتیک سبک بازی کمپانی را ستودنی اما ساده لوحانه خوانده و از کمبود تجربه تاکتیکی او انتقاد کرده است. لحظه که بغض کروس و رئال شکست. تونی کروس دیشب در آخرین بازی برای رئال در برنابیو تا لحظه که فرزندانش را در آغوش گرفت سعی کرد گریه نکند، ولی دیگر نتوانست مقاومت کند. کروس دیشب به شکل ویژه و با یادمانی به هواداران رئال خداحافظی کرد. از مراسم خداحافظی کروس به عنوان با شکوه ترین خداحافظی یک بازیکن رئال مادرید یاد شده است. در تاریخ رئال هرگز سابقه نداشته یک بازیکن اینچنین با برنابیو ودا کند و دیشب تا ساعتها بسیاری از هواداران رئال اشک می‌ریختند. کروس خود بسیار سعی داشت قوی بماند و گریه نکند، اما به محض دیدن فرزندانش و به خصوص دختر کوچکش بغض شکست و شروع به گریه کرد. تصاویری که قلب همه را به درد آورد و بسیاری با خود میگویند کاش این اسطوره اینقدر زود فوتبال را کنار نمیگذاشت. وقت از کروس در مورد حس واقعیش سوال شد و پاسخ داد: همه تلاشم را کردم گریه نکنم، ولی با دیدن فرزندانم نابود شدم. سال تقریبا عالی جابی، مربی بعدی رئال مادرید. مردی از سان سباستین که میخواهد در رئال یک دهه بعد را به نام خودش بنویسد، کاری کرد که آلمان نظیرش را ندیده بود. با یک تبل شاهکار جابی در بایر لیورکوزن به اوج خودش رسید، جایی که مرد اسپانوی نشان داد برای بزرگترین چالش ها در آینده آماده است. فریتن فونکل، مربی قدیمی کایزر سلاتن که دیشب برابر لیورکوزن جابی شکست خورد، گفت: جابی چند سال دارد؟ 42؟ خب، من او را زودتر از همه در رئال مادرید میبینم و فکر نمیکنم خیلی طول بکشد به نیمکت رئال برسد. او مربی جوان است که در اینجا در آلمان بسیار مورد احترام هست. لیورکوزن قبل از جابی تنها 2 جام در تاریخش داشت و حالا آن را 2 برابر کرده است. خبرنگار مارکا که برای پوشش خبری فینال به برلین رفته بود می نویسد: جابی این سال هم بوندسلیگا را برد و هم جام حذفی را. او فقط حسرت لیگ اروپا بر دلش ماند، جایی که تنها باخت تیمش پس از 53 بازی برابر آتلانتا رقم خورد. به این آمار ترسناک نگاه کنید: 53 بازی 43 برد 9 تساوی 1 شکست از آتلانتا، 144 گل زده و 41 گل خورده. باور نکردنی. اینجا در آلمان همه میدانند که جابی روز مربی یک قول فوتبال اروپا خواهد شد، خصیصه ای که با او مطابقت دارد. چه رئال مادرید، چه لیورپول یا بایرن، سه تیمی که جابی برای آنها بازی کرده است.
ادای بزرگ. مقصد بعدی ژاوی لندن هست. برخی رسانه اسپانیایی مدعی شدن ژاوی تنها چند روز بعد از اخراج شدن از بارسا به زودی با مدیران چلسی برای نشستن روی نیمکت این تیم مذاکره میکنند. بارسلونا روز جمعه رسما اعلام کرد که تصمیم گرفته به همکاری با ژاوی پایان دهند. از طرف دیگر سرمربی چلسی ماروسیو پوچتینو همین تیم را ترک کرد. امروز برخی رسانه اسپانیایی مدعی شدن تادبولی یک گزینه جنجالی را برای پر کردن جای خالی پوچتینو انتخاب کرده است. ژاوی حتی گفته میشود که چلسی تماسهای اولیه با ژاوی را برقرار کرده و با او بر سر مذاکرات رو در رو به توافق رسیده است. مذاکراتی که احتمالاً ظرف روزهای آینده در لندن انجام خواهد شد. تنها مانع اعلام انتقال رسمی امباپه بر رئال. امباپه دیشب به طور ضمنی فاش کرد که تنها مانع کوچک بر سر اعلام رسمی انتقالش به رئال مادرید وجود دارد. در فرانسه میگویند این مانع کسب اجازه رئال از پی اس جی است. امباپه شنبه شب آخرین بازی خود را برای پی اس جی انجام داد. مهاجم فرانسوی باشگاه پاریسی را ترک میکند و مقصدش رئال است. هرچند هنوز این انتقال رسمی نیست و خود بازیکن نیز هر زمان در مورد باشگاه مادریدی از او سوال شده ترجیح داده سکوت کند. تا دیروز که امباپه پس از قهرمانی در جام حذفی فرانسه با خبرنگاران صحبت کرد و به سوالی در مورد رئال پاسخ داد. چرا نمیگویید که از قبل با رئال مادرید قرارداد بستید؟ امباپه جواب داد: چون فکر میکنم اول از همه باید از پی اس جی خداحافظی میکردم و میخواستم پایان خوبی با باشگاه داشته باشم. برای همه چیز زمان وجود خواهد داشت. من باشگاه جدیدم را وقتی که زمانش برسد اعلام خواهم کرد. امباپه میگوید که برخی از جزئیات مشخص نیست. اما این جزئیات چه هستند؟ اشاره امباپه به تاییدیه پی اس جی برای اعلام انتقال هست. او تا 30 جون قرارداد دارد و رئال برای اعلام انتقال امباپه قبل از یورو 2024 باید از باشگاه پاریسی اجازه بگیرد. مسئله که هنوز روشن نیست نتیجه از چه خواهد بود. هری کین برنده کفش طلای 2023-24 اروپا. کین با بسمه رساندن 36 گل جایزه کفش طلای 2023-24 اروپا را از آن خود کرد. جایزه کفش طلای اروپا هر ساله به بهترین گزین بین لیگ‌های ملی قاره اروپا اهدا می‌شود. فصل گذشته ارلینگ هالند مهاجم منچستر سیتی این عنوان را به دست آورد چون بازیکن نروژی در 35 بازی 36 گل بسمه رساند. هری کین و کیلیان امباپه امسال در هفته‌های پایانی رقابت‌های داخلی هر دو رقابتی نزدیک برای کسب عنوان کفش طلا داشتند. اما سرهو گیراسی از اشتوتگارت با درخشش در هفته پایانی 28 گل شد و در رده دوم قرار گرفت. تا بدین ترتیب امباپه با 27 گل زده رده سوم را در اختیار داشته باشد. نکته جالب این که هالند به عنوان بهترین گلزن فصل قبل این فصل تنها 27 گل زد و فاصله زیادی با رکورد هری کین داشت. جایزه کفش طلای اروپا فقط مجموع گل های زده را در نظر می گیرد. همچنین تنظیمات بر اساس میزان سختی لیگ هایی که بازیکنان در آن فعالیت می کنند وجود دارد. مذاکرات آغاز شد. ستاره لیورپول در اکادمی بارسا. دکو مدیر ورزشی بارسلونا جلساتی را با مدیر برنامه لوئیس دیاز برگزار کرده و امیدوار است که بتواند او را به خدمت بگیرد. بارسا قصد دارد در پنجره نقل و انتقالات تابستان امسال چند بازیکن بزرگ را به خدمت بگیرد و امیدوار است که بتواند تیمش را تقویت کند تا تحت هدایت هانسی فلیک در فصل آینده به یک از مدعیان اصلی قهرمانی در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شود. نام چند بازیکن در چند هفته اخیر در کنار نام باشگاه به گوش رسیده، اما حالا روزنامه اسپانیایی آس خبر داده است که دکو جلسات را با مدیر برنامه یاد برگزار کرده است. اگر لیورپول اولین چراغ سبز را برای فروش این ستاره کلمبیایی نشان دهد، مدیران بارسا آماده هستند تا مذاکرات دشوار مانند اتفاقی که پیش از این در جریان جذب کوتینیو رخ داد را با لیورپول آغاز کنند. پیش بینی می شود که قیمت مد نظر لیورپول برای فروش این بازیکن نزدیک به 75 میلیون یورو باشد. قرعه کشی جام جهانی فوتسال. افغانستان با آرژانتین، اوکراین و آنگولا هم گروه شد. تیم ملی فوتسال افغانستان در مرحله گروهی جام جهانی فوتسال در گروه سی با تیم‌های آرژانتین، اوکراین و آنگولا بازی خواهد کرد. قرعه کشی جام جهانی فوتسال یکشنبه ششم جوزا انجام شد. بر اساس این قرعه کشی ازبکستان، هلند، پاراگوئه و کاستاریکا در گروه A و تیم‌های برزیل، کوبا، کرواسی و تایلند در گروه B قرار دارند. گروه D رقابت‌ها شامل تیم‌های اسپانیا، قزاقستان، نیوزلند و لیبیا است. در گروه E تیم‌های پرتغال، پاناما، تاجیکستان و مراکش با هم رقابت خواهند کرد. و در آخرین گروه نیز ایران، ونزوئلا، گواتمالا و فرانسه قرار گرفتند. رقابت‌های جام جهانی قرار است در 14 سپتامبر سال روان میلادی به میزبانی ازبکستان برگزار شود. تیم ملی افغانستان برای نخستین بار در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.